آقای سهراب چمنارا، با درود و سلام به شما خیلی خوش آمدید و بگید ببینیم که اوضاع و احوال چگونه است. شما در سال جدید مهمان ما نبودید هنوز، نه؟ من یه بار که خدمتتون رسیدم قبل از سال جدید بود یا بعد از سال؟ بگم بعد از سال جدید بود. بله، یادم نیست. خب پس دیگه نمیشه ازتون عیدی گرفت. ممنونم از شما. اولا که خوشحالم دعوت ما رو قبول کردید و شما حتما میدونید دلیلی که من امروز ازتون خواستم اینجا باشید اون تشبیهی هست که شما در برنامه کردید و من اول چیزی نگفتم، صبر کردم دیگران هم به شما اعتراض کردند، اون وقت من هم به خودم اجازه دادم که بیام و بگم که آقا شما چرا این تشبیه رو کردید. به صورت خیلی خلاصه لطف کنید یه مقداری از اون تشبیه رو برای دوستان بگید و بعد منطق خودتون رو برای تشبیه کردن این دوستان یا اون رادیو اون تلویزیون به چیزایی که در نمیدونم فردوسی هست و زال و کوه و سیمرغ و اینا بفرمایید. من سراپا گوش. عرض کنم حضور انورتون که علت این تشبیه این بود که میخواستم به شما یه چیز اول گفته باشیم و اون این که شاهنامه یک کتاب یونیورسال. در اصطلاح یونیورسال اینطوری گفته میشه که شما میتوانید اینه برای هر موضوعی تشبیه بکنید. یه عده خیلی، چون خب هر تلویزیونی هر رسانه یه سری موافق داره یه سری مخالف داره. من چون در اون تلویزیون صحبت می کردم این تشبیه کردم. هدف من این بود که، یعنی همیشه هدفم این بوده که آقا مشکل ما در ایران مشکل قانون اساسیه و تا زمانی که ما به قانون اساسی نرسیم اصلا تمام این فعالیت‌ها همش کشکه. به زبان لوری عرض میکنم کشکه، اصلا باید دورش اینا فایده نداره. توی برنامه‌های شما من به این علت یه خورده تلویزیون مردم خوشم آمد این بود که شما یا آقای دکتر نصر احمدی برای یه مدت کوتاهی آمدن در مورد قانون اساسی صحبت کردن دیگه اصلا فراموش شد. هدف اول من، هدف آخر من قانون اساسی. تا زمانی که ما به قانون اساسی نرسیده باشیم تمام این فعالیت ها فقط سرگرم کننده است. یعنی یه عده بیان یه حرفایی بزنن، یه عده ازشون مخالفت بکنن، یه عده موافقت بکنن، نمیتونم با هم صحبت بکنن، سر هم دیگه رو گرم بکنن. من دوباره معتقد هستم به دو دلیل فنی، که میگم فنی به دو دلیل هرچی اسمشو میخواید بذارید، این رژیم تا سال 2020 عوض خواهد شد. وقتی که میگیم عوض خواهد شد نه اینکه یه دو سه هزار نفر که الان در رأس این رژیم هستن چمدانشون رو ببندن و حالا نیان برن توی لس‌آنجلس زندگی بکنن و بیولی هیلز بخرن و نمیدونن خلاصه مهاجرت بکنن، بلکه قانون مملکت عوض بشه، قانون اساسی مملکت عوض بشه. چون اینها جایی برای رفتن ندارن. شما نگاه کنید در کنفرانس اسلامی همین چند روز پیش، کنفرانس اسلامی تمام کشورهای اسلامی اینا رو محکوم کردن. پس بنابراین اینها جاشون کرمه و ما هم هیچ دشمنی نداریم، ما اصلا نمیخوایم اینا رو نابود کنیم. یعنی اعتقاد من هست اگر ما فقط قانون اساسی عوض کنیم و به دو دلیل، به دلیل این که تهجر این رژیم باعث میشه که این رژیم اصلاح پذیر نیست، و نکته دوم این که وقتی که یک جامعه اصلاح نشه مسلماً انقلاب میشه. در بعد از 40 سال این رژیم انقلاب خواهد، انقلاب باید انقلاب قانون اساسی باشه، یعنی مردم بیان قانون اساسی در این مملکت عوض کنن، نه اینکه بگیرن فلانی اعدام بکنن. شما قانون اساسی عوض کنید توی این مملکت، یه قانون اساسی سکولار مردمی جایگزین این قانون اساسی بکنید،
در اون صورت همین سپاه پاسداران که خیلی از افراد ازش انتقاد میکنن، همین بسیج، همین وزارت فرهنگ، همین مردمانی که اینها اصلا با همه ایرانی هستن، میبینید که رفتار و کردار همشون همون چیز ایدئالی خواهد بود که ما قایم به قانون اساسی هم همون چیزهایی است که واقعا در حقوق بشر هست، کشورهای پیشرفته همه جا قانون است. حالا وقتی که شما به این معتقد شدید که مشکل ما قانون اساسیه نه نابود کردن یک عده به خصوص، در اون صورت متوجه خواهید شد با دلایلی که عرض کردم اینها در سال 2020 قانون اساسی عوض میکنن به علت انقلابی که در ایران خواهد شد. خب آقای چمنارا عذر میخوام، خودتون به من اجازه دادید که به اصطلاح به چالش به طلبم یا چالش کنم شما رو. این چیزی که شما میگید که درست تعریف اصلاح طلبیه، یعنی شما از اون بر میگید که تا 2020 اینها مجبور میشن به اصطلاح اون قانون اساسی رو بیارن، بعد باز میگید که حتی پاسدارا و اینایی که امروز دست به اسلحه هستن و با زور سرنیزه و تفنگ حکومت میکنن اونها هم میشن تابع قانون اساسی. خب این که یعنی اینها اصلاح پذیر هستن و با اون گفته خودتون به اصطلاح تناقض داره. این نقطه اختلاف ما اینجاست. بفرمایید. وقتی ما میگیم قانون اساسی سکولار اصلاح پذیر، میگن نه همین قانون اساسی برید به قانون جمهوری اسلامی بیاین رعایت بکنید، یعنی این که مثلا فرض به نظارت استصوابی نباشه، نمیدونم اصلاح طلب ها بیان مجلس که خب هم زمان خاتمی هم آمد چیز تغییر نکرد، 8 سال هم اینا در قدرت بودن اصلاح طلب ها به استقام. نه، قانون اساسی که ما میگیم یه قانون اساسی سکولاره، یه قانون اساسی است که دوباره در شما میرید میبینید که در unitediranian.com تازه من قانون اساسی ننوشتم، 8 ماده رو من فقط پیشنهاد کردم که مورد مخالفت خیلی ها قرار گرفت که آقا شما مگر قانون اساسی هده، شما مهندسی، حالا یه بار درآمدی تو کار شاهنامه رفتی، یه بار رفتی تو کار قانون اساسی. نگفتم آقا من پیشنهاد کردم، این بود که پای صحبت آقای دکتر نصر احمدی می نشستم که متاسفانه ایشان هم 8-9 برنامه با شما داشتن در مورد چیزی که صحبت نکردن در حقیقت قانون اساسی بود، انقدر بحثا منحرف شد. در مملکتی قانون اساسی سکولار اجرا بشه و اونها دنبال قانون اساسی سکولار باشن اصلا و ابدا این چیزی که نیست. مثل کجا؟ مثل کجا؟ هر کشور پیشرفته دنیا رو شما از انگلستان و اروپا بگیرید تا آمریکا و کانادا و نمیدونم اینا سکولار هستن، یعنی اینها ممالکی هستن که دین از حکومت جدا کردن، این اصل اوله. خب اجازه بدید یکی یک، من و شما تو آمریکا هستیم، اگر دین از حکومت جداست میشه شما به من بگید که چرا روز اول قسم باید بخورن به انجیل؟ حتی اون مسلمانی که قرار شد بره توی مجلس یکم مشکل داشت که آقا من دینم اینه میخوام قسم بخورم به قرآن، بعدم به من بگید چرا بالای سوپریم کورت موسی و ده فرمان و اینها هست؟ اینها به خاطر اینکه ببینید دوباره شما منو میبرید توی یک چیز فلسفی که اصولا بنیانگذاران هر ادیان فقط هدفشون این بوده که بیان مردم برای خوبی و نیکی و عدالت دعوت بکنن و اینهایی که قسم میخورن اینها سکولار هستن، منتها خب چون مسیحی متولد شدن به انجیل سوگند میخورن، اگر مسلمان متولد شده باشن و به قرآن متولد معتقد باشن به قرآن قسم میخورن، اگر یهودی باشن به تورات قسم میخورن که همون انجیل اولد تستمنته. به هر حال این مسئله جداگانه است، اینها دین در آمریکا است. به همین دلیل هست که ما در نطق بزرگ کندی گوش بدید، اون با وجودی که یک کاتولیک بود آمده بود توی مملکتی که اکثریتش پروتستانه و مردم نگران بودن که آقا این ممکنه کاتولیک، گفت آقا من اصلا هدف از اولم فقط جدایی چرچ از گاورمنت،
متوجه هستید؟ در آمریکا شما حالا ممکنه خیلی به خاطر اینکه بیان توی مثلا مثل آقای تامین تد کروز پی حرف از دین و اینها بزنن، به خاطر اینکه او خب نقشش تی پارتی کاملا مشخصه، ولی اینجا دین از چیز به خاطر اینکه شما یادتان مگر نیست یک بابایی حدود 10-15 سال پیش میخواست 10 فرمان توی پارک بذاره، توی جلوی دفتر آفیس گاورمنت هم بود نزداشته، بعد مردم مخالفت کردن، گفتن هم چیزی نیست، به خاطر اینکه کافی است که گفتن در محلی که متعلق به دولته شما نمیتوانید چیز 10 فرمانه بذارید اونجا، متعلق در از اونجا درسته. خب بله، خب ببینید آقای چمنارا، شما انگلستان و کانادا رو هم مثال زدید. انگلستان الان اون ماجرای به اصطلاح کاغذهای پاناما، اون نخست وزیرش یا اون آقای دیوید کامرون چی اسمش، اونو پولش و اینها، و ایشون هم خیلی پررو آمد تو تلویزیون نگاه کرد، گفت من اونجا هیچ پول اینها ندارم، که بعد چند ساعت بعدش گفتن برای که 30,000 پوند داشته. نه نه نه، دروغ گفته، فروخته بوده اونها رو گفته. حالا اینو میخوام بهتون بگم، این یکی. کانادا تا همین چند ماه پیش اون نخست وزیری که داشت یکی از هاردلاین ترین ها بود، که خوشحالم به همین دلیل هم موفق نشد و این آقای جوان آمده و امیدواریم که کارساز باشه. ولی باز من میام روی اون کتاب شاهنامه شما و اون تشبیهی که شما کردید، الان باز امروز یه چیزی گفتید که اون سوال من رو جدید کرد. تفاوت خودتون رو که فکر میکنید این کتاب شاهنامه یه کتاب یونیورسال هست، با تفاوت یه حزب اللهی که فکر میکنه قرآن یه کتابیه که تمام چیزها رو کاور میکنه، از میگی برق، میگی برو نگاه کن، نمیدونم رعد و برق تو آسمان زد از تمام نیروگاهی که چمنارا میسازه قوی تر، میگی آب، میگی برو نگاه کن ببین چگونه آب از زمین رفت بالا فلان و بیسار. شما وقتی میگید این کتاب یونیورساله، یعنی فردا اگه من یه مشکلی تو زندگی شخصی من پیدا کردم، شما یه دونه شاهنامه میخوای به من بدی بگی برو این مشکلت رو حل میکنه. چه تفاوتی دارید با اون دوستی که اونجوری فکر میکنه که یک کتاب جوابگوی تمام مشکلات ماست؟ نه، عرض کنم که من نگفتم که شما اگر مشکلی در زندگیتون پیدا شد شاهنامه بخونید، گفتم شاهنامه رو بخونید. و البته الان ما داریم یواش یواش منحرف میشیم از حرفمون. من میخواستم اول یک اساسی رو برای شما توضیح بدم و بعد بریم روی اون تشبیهی که کردم. ما گفتیم که قانون اساسی سکولار راه نجات ایرانه و ایران در سال 2020 به علت دلایلی که در کتاب نوشتم و اون این که تهجر این رژیم باعث میشه اصلاح پذیر نیست، این رژیم اصلاح پذیر نیست، اینه چند بار بسید شما، بنابراین حرفی که این گروه اصلاحات میزنن با اصلاح بشن خودشو نمیگن ما میخواییم اصلاح بکنیم، نه اصلاح پذیر نیست، به خاطر اینکه شما برید بگید آقا آیا روزی میرسه که یک خانمی به اصلاح روسریشو تا اینجا ببره؟ نه، اینا حرفای زیرو تالرنس این هاست که اینا اصلا از این نمیتوانن برگردن. شما آیا موسیقی میشوان آزاد باشه؟ نه. بنابراین به علت اینکه این رژیم اصلاح پذیر نیست، بنابراین انقلاب رو خواهد داد. هدف من از تمام این کارهایی که کردم، چون من یه مهندس هستم همونطور که شما میدونید، من نویسندم، نه ادیبم، نه نمیدونم شاعرم، آمدم چون به این اعتقاد دارم که این رژیم به این دلایل در سال 2020 منقلب خواهد شد، باید ما اجتماع آماده بکنیم برای اون زمانی که این رژیم میخواد منقلب بشه، که در اون صورت مثل سال 57 نشه، وقتی که مملکت جوشید به خاطر اینکه خلأ اونجا بود، خب کسی نبود. خب برگردیم به موضوعمون، به منحرف نشین. آماده کردن جامعه برای 2020 اینه که شما بیان توی تلویزیونی از گویندش، از صاحبش تعریف کنید تا برنامه گذارش و اینها رو به زال و سیمرغ و سوخت. اتفاقا الان آقای سربی
بین من و آقای بهبهانی یک خورده شکراب هست. بله بله اینو فقط از نظر اطلاع عمومی شما عرض می‌کنم، ولی برای من اصلا مهم نیست. متوجه هستی؟ الان من اصلا مهم نیستم. بله. من دارم یک عقیده رو بیان میکنم، اصلا که حالا من با شما موافق باشم نباشم اصلا مهم نیست. ما اینجا داریم صحبت میکنیم در مورد این که اجتماع باید آماده بشه، و برای اینکه اجتماع آماده بشه دو مسئله رو ما باید ملکه ذهن مردم ایران بکنیم. یکی اینکه هویتشون، چیزی که این رژیم در 37 سال گذشته 8 سال گذشته داشته این هویت از بین میبرده. روز اول انقلاب حد بوده، یک ماه بعد از انقلاب آقای خلخالی بلند شد رفت بولدوزر برد که تخت جمشید با خاک یکسان بکنه، همین کاری که داعش کرده اینجا. یادتان نیست؟ شما اهل شیرازید، باید اینا نمیدونم اون موقع ایران بودید یا نه، که بعد خدا پدر بیامرزه اون استاندار اسمش هم یادم بره. آقای امینی بودن پدر بله بله بنده شیراز بودم، اهالی مردشت و تخت جمشید رفتن اونجا جلو ایشون رو گرفتن، ولی به همت آقای ناز بله خداوند خداوند روحش غریق رحمت کنه. این یعنی این که ما داعش اون موقع داشتیم. این حرف ویدیویست که همین الان من توی فیسبوکم گذاشتم، شما هم گذاشتید. بنابراین این هویت الان شما میاد از کرمانشاه میرفتید تهران، در کنگاور معبد آناهیتا بود اونجا، حالا شما میدونید که یه امامزاده روش گذاشتن. خب اینها فقط به خاطر اینکه اینا هویت زدایی کردن همه چیز از بین بردن. تنها حربه‌ای که ما میتوانیم این هویت دوباره رو در ایران زنده بکنیم اینه که افراد بیان این شاهنامه رو بخوام بگن تاریخ شما چی بوده، اون اجدادتان چه بدبختی سرتان آمده، تمام اینها همش توی شاهنامه است. حالا شما نگران این نیستید که باعث نجات پرستی بشه؟ نه نه اصلا و ابدا، چون شاهنامه تنها کتابی است که شما اگر بخوانیدش میفهمید که تنها کتابی است که اصلا نجات پرستی توش نیست. کتابی است متعلق به همه. این بعد آخرین صحبت هم که داشتم اتفاقا یه نفر دوباره همین سوال کرد که آقا این کتاب، آقا کتاب بله شما میخوانید همش میبینید به حرف از بزرگی و نمیدونم اینسه، در حالی که داستان زندگی ما چطور بلند بودیم، چطور پایین شدیم، چطور شکست خوردیم، چطور مبارزه کردیم، چطور دوباره سر برآوردیم، که نهایتاً تمام چیزها در انتهای شاهنامه در قادسیه به پایان میرسه، که اینها همه درسایی است که باید از شاهنامه ما بگیریم. بنابراین این هویت بگیری اصلا و ابدا چیز نجات پرستی توش نیست. درست یادم یه موقع آقای مشیری برنامه داشت، یه آقای از افغانستان تلفن بهش کرد گفت آقا این نیمروز کجاست؟ یا بعد خب آقای مشیری گفت خب توی افغانستان هست. آقا کابل کجاست؟ بعد آقای مشیری متوجه نشد که این بابا میخواد چی بگه، نمی ناراحت شد و تلفن قطع کرد، ولی میخواست طرف بگه که آقا رستم پادشاه نیمروز بوده، نمیدونم زال و نمیدونم اینها همه اهل کابل بودن، سهراب و تولد کابل بوده، یعنی تمام این افغانستان اصلا شاهنامه اونجاست اگر شما بخواید حساب چه بکنید. و حالا میبینید که آقا ایرانی خودشه مثلا از افغان جدا میده، در حالی که اینها اگر شما شاهنامه رو بخونید احساسی که نسبت به این همسایگان خودتان دارید اصلا از بین میره. آقای چمنارا باز که این درست تایید حرف منه، هنوز تازه به جایی نرسیده شاهنامه، اختلاف پیش آمده، افغانیه میگه مال ماست، مثل همون ماجرای رومی که ترکا میگن مال ماست، ما میگیم مال ماست. اگر روزی برسه و یک کسی بگه بله ما از امروز میخوایم شاهنامه رو بذاریم ملاک، خب اون وقت که همون اول کار تازه جنگ شروع میشه. ما حرفی نداریم. الان تاجیک ها میگن اصلا شاهنامه مال ماست. تجلیلی که تاجیک ها آقای رحمان از شاهنامه میکنه اصلا باور نکردنیه. تمام اصلا اسامی عوض کرده، تمام اصلا تاجیکستان میگه آقا محل تمام بذارید باشه. ما همینه دارم میگم یونیورساله، بخاطر که هر کسی میتونه ادعا کنه که آقا این شاهنامه مال منه. باشه بذار تاجیک بگه آقا شاهنامه مال منه، افغان بگه مال منه،
مردم تهران و شیراز و نمیدونم آذربایجان بگن آقا این شاهنامه مال منه. اینها همون چیزیست که من میخوام همین الان عرض کنم خدمتتان. اینها آمدند که هم هویت ما ایرانیات یک پهنه است از قرقیزستان بگیرید تا مدیترانه، این از بین بردن. بنابراین ما اگر که بتوانیم هویت ایرانی برگردانیم به توی ملت ایران، این چیز اول. موضوع دوم بازنگری در دین اسلام، بازنگری و در قرآن. به همین دلیل هم هست که یکی دیگه از کارهایی که من کردم قرآن راستینه. به همین دلیل هم هست که من بارها از شما خواهش کردم که حالا که شما با آقای آقاسی که یک به اصطلاح اسلام شناس هستن و توی دار و دسته سروش و نمیدونم آقای نصر اسمان هستن، بیان اصلا طرف دست چپ شما بشین، دست راست شما بشینن، من طرف چپ شما بشینم، با هم در مورد قرآن صحبت کنیم. اگر قرآن دوباره بازنگری بشه شما متوجه میشید که تمام این کارهایی که اینها دارن میکنن اصلا قرآنی نیست. اینه من دارم به شما میگم. برای این کارم کتاب من هست، میتونید مجانی دانلودش بکنید، نمونهشم خدمت شما فرستادم، 40 صفحه است، بخوانید که داستان قرآن بیاد دست و متوجه میشید که آقا قرآن یک کتاب بسیار خوب بود. اصلا این کارهای داعش و اینها که میکنن، این داعش خودمان، اینها اصلا کار قرآنی نیست. اینها اگر شما قرآن راستین، آن قرآنی که تا 13 سال بعد از ولادت حضرت محمد در دست مردم بود بر اساس اون کار میکردن، نه در زمان عمر و اینها که بعد عثمان همه رو به هم ریخت، این بر اساس اون کار بکنید اصلا مسئله حل میشه. و این قرآن اگر شما وقتم نمی کنید مثل شاهنامه خلاصش کردم 300 صفحه، لاغل اون 40 صفحه اولش بخونید، بعد اون 40 صفحه اول ما این قرآن گفتم به شرکت کتاب آقای هر موقع آقای آقاسی در لس آنجلس آمد اونجا از این قرآن مجانی بگی آقا این چمنا را اینه به شما داده، به شما گفتم آقا اینه به آقای آقاسی بده، بگو آقا نظرت رو این قرآن بده، بگو آقا این قرآن بلاستمیه یا نیست، کار خوبیه کار غلطیه. این دو موضوع من میخوام ملکه ذهن ایران بکنم که در سال 2020 که این رژیم میخواد یه قانون اساسی داشته باشه، اگر دیدگاه ملت بر اساس بازنگری به اسلام و هویت شناسی خود ایرانی باشه که این دوتا تولز ما هستن، وسیله ما هستن، یعنی قرآن راستین و شاهنامه، این دوتا اگر بتواند در بین ملت ایران توسعه پیدا بکنه، بخوانند، تحلیلش بکنن، اون موقع افکار آماده میشه برای قانون اساسی سکولار. اون چیزیست که من دارم میگم. حالا اینه متوجه شدی؟ حالا چرا من رفتم گفتم داستان رستم و اسفندیار؟ تا اینجاش سوالی دارید تا اینکه من حالا وارد مسئله با تلویزیون میهن بشم؟ بفرما سوال ندارم. ما اتفاقا دو برابر اون چیزی که به شما اعتراض شد به خود من هم به صورت ایمیل، هم تو فیسبوک، هم تو یوتیوب به من اعتراض شد که آقا نمیدونم تو چرا اینطوری کرد. گفتم آقا این داستان، اول بده داستان رستم و اسفندیار خدمتتون بگم. گشتاس پدر اسفندیار نمیخواد سلطنت به اسفندیار بده، اسفندیار هم یه شاهزاده خیلی محبوب ایرانی هست و گشتاس هم با یک فکر بدی که داره، چون رمل و استولاب انداختند و فهمیدن که آقا اسفندیار فقط به دست رستم کشته میشه، بنابراین اینه مأمور میکنه که بره اسفندیار بیاره، رستم از نیمروز بیاره دست بسته خدمت گشتاس. خب ببینید شما اگر شاهنامه رو خواندی بزرگواری های رستم، این یه توهینه، پهلوانی که تمام اصلا ایران وجود خودش مدیون رستمه، یا دست میبنده ما. حالا داستانا بماند و اینها، بالاخره هرچی رستم میخواد بگه آقا تو نور چشم من هستی، من باشه با تو میام، بله ولی دست من نبند، با هم میریم خدمت گشتاس. این میگه نه، چون من بهم دستور داده شده که دست تو ببند. این یعنی چی؟ یعنی این که یک شاهزاده ایرانی به علت این که
دوگماتیزم داره. دوگماتیزم اینجا معنیش همین طالبانیزمه، یا اینکه شما معتقد میشید که آقا هر حرفی که ولی فقیه بزنه همون هر حرف همون. نمیه براخره با هم جنگ میکنن و هرچه رستم تیر میندازه به اسفندیار فایده ای نداره، خودش زخمی میشه. بالاخره زال میاد به کمکش، میگه بذار من این از سیمرغ بپرسم که آقا موضوع چیه. وقتی که میره سیمرغ صدا میکنن، سیمرغ بهش میگه آقا رستم من تو خبر نداری، این رو این تنه، یعنی که تیر بهش کارگر نیست، تو هرچه تیر بندازی منتها این بیا اول میبردش و حالش جور میه، چون رستم زخمی بوده، رخ زخمی بوده اینا. بعد بهش میگه که تو باید از یک درخت گزی یک تیر درست بکنی و این تیر فقط و فقط میتوانی به چشمش بزنی، اگر به چشمش بزنی این نابود میشه، در غیر این صورت به هر جای دیگهش بخوره عیب نداره، ولی دوباره قبل از این که تیره به چشمش بزنی دوباره ازش معذرت خواهی. خب این چه فرقی داره با اون داستان پاشنه آشیل؟ آفرین، همونه، اونام از داستانهای قدیم ایران کپی کردن. پاشنه آشیل همون چشم اسفندیاره، منتها در اسطوره های ما چشم اسفندیاره، در اسطوره یونانی پاشنه آشیله. حالا بعدش جنگ روز بعدش میشه، اسفندیار تعجب کنه میگه آقا تو که دیروز زخمی بودی دوباره جادو کردی و اینها. بعد این دوباره شروع میکنه ازش معذرت خواهی که آقا من با تو میام، تو بیا کوتاه بیا، یا دعوا نکنیم، تو به اصطلاح شاهزاده ایرانی هستی، من اصلا سلطنت رو نمیدونم، همه چیز ایران مدیون منه، من این کار رو کردم. نه، من دستور همون دستور ولی فقیه، ولی فقیه به من گفته نمیدونم روسریت باید تا اینجا باشه، روسرت پیدا نشه، آهنگ گوش ندی، نماینده های مجلس این باشه، این همینه، دستور همینه، غیر این من هیچیه با تو حرفی ندارم. خلاصه رستم هم تیر به کمان میکشه و میزنه به چشمش. و بعد وقتی که اسفندیار از اسب میفته، پسرش بهمنه که صدا میکنه میگه که من به تو میگم که رستم در اینجا هیچ تقصیری نداره، این پدر من بود که این کار کرد، پدر من منه کشت، من شما اینه از چشم رستم نبینید. و رستم اینه که بعد حالا بهمنم کیه؟ بهمنم کسی بوده که رستم بزرگش کرده، پسره و تقریبا مثل پسر خواندش، مثل سیاوش اینه بزرگش کرده، تربیتش کرده. به هر حال خلاصه داستان به این شکل ختم میشه. حالا من اینجا وقتی که در تلویزیون میهن بودم گفتم آقا اینجا شما چون یکی از پیشگامان سکولاریزم مثل آقای دکتر نصر احمدی که الان در مورد قانون اساسی ایشان به اصطلاح سرآمد همه هستن و در مورد قانون اساسی صحبت میکنند و کتابشان در مورد قانون اساسی، یعنی قانون اساسی نوشته، آقای نوری علا هم در مورد سکولاریزم به اصطلاح شهرت بین ما ایرانی ها دارن. حالا من به سوابق آقای نوری علام اصلا کاری ندارم، ایشان وقتی که میگن اسمش با سکولاریز با چیز مترادفه. اتفاقا حالا فقط جهت اطلاع شما میگم، من با آقای نوری علام حدود 3-4 سال پیش دوباره یه استکاکی داشتم که ایشان، البته من چون اون موقع کسی من نمیشناختن، برای اولین بار بودم، آنچنان به من تاختن و صحبت کردن که اصلا واقعا همه انتظار داشتن که من اصلا دیگه اسمی از ایشان نرم، در حالی که من یکی از ارادتمندان ایشان بخواد ایشان در باره سکولاریز صحبت میشن. شما با آقای صدرالاشرافی هم اختلافاتی دارید؟ نه داشتم، بله، من الان آقای صدرالاشرافی استاده من، پای بله. صحبتهای همه صحبتهای جمعه باشن اختلاف دارم. خب آقای چمنارا چون دوستان یک ساعته در مورد انتقادات من گفتن که من ساکت شدم، حرفی ندادم. حالا اجازه بدید من همین خواستم اینجا رو تمام بکنم، بعد بریم صحبت های دیگه رو بکنیم. من آمدم به آقای گفتم آقا ببینید داستان رستم و اسفندیار، چون آقای سعید بهبهانی روزهای دوشنبه کتاب من خیلی با کمال معذرت، الان اگه تلویزیون میهن بود مثل چیز میپرید بالا و پایین که چرا اسم اونا رو میاره، ولی من اینجا هیچ مسئله ندارم، خود شما شاهدید من هیچ وقت بله. مثلا من با شما به علت
با هم هم رفیق شدیم، هرچند این هم هم به من در مورد شاهنامه بد گفتید، ولی من اصلا با شما رفیق هستم به طور کلی. ممنونم. عرض کردم اون روز. حالا ما آمدیم گفتیم آقا شما این داستان رستم اسفندیار الان دارین داستان رستم اسفندیار رو میخوانید، یک تشابه اینجا شما نگاه کنید. شما فرض کنید که آقای نوری‌علا رستمه، اوگشتاش پدر چیز که همون ولایت فقیهه آمده به اسفندیار که این اصلاح طلبا هستن گفته آقا بری الان نبرد بین سکولاریسم و اسفندیار اینا که وقت میکنن آن رژیم عوض کنن، و رستم اینا میگه نه، قانون همین قانون شریعتی است که ما داریم، حالا هر چه تیر بهش میزنه اینجا فایده نداره. شما این دعواتونه آقای نوری‌علا، الان 30 سالش دارین توی سکولاریسم فعالیت میکنی، 30 سال دیگه هم بیایید در مورد خوبی های سکولاریسم صحبت کنید، نمیدونم در حالی که سکولاریسم جمشید اصلا تو یکی دوباره شاهنامه رو بخونید، خیلی قبل از 6000 سال پیش آمد گفت آخوندار کاتوزیان ازن از مردم جدایشان کرد بردشان کوه، گفت آقا شما برید تو کوه فقط اونجا دعا و نمازتونه بخونید، کاری با مردم نداشته باشین. سکولاریسم یعنی اون سکولاریسمی که جمشید بنا کرد. حالا شما میگید هی تیر به این فایده نداره، آخر الامر میاید زال که مثلا تلویزیون میهن باشه میاد کمک میخواد از زال که تلویزیون میاد از سیمرغ که خرد جامعه است، یعنی کارهایی که شماها میکنید، چه بسا شما آقای بهبهانی، آقایان دیگر، آقای همایون، اسم میخوام ببرم که همه جانه این شما کارهای رسانه‌ای میکنید، این مردم رو میخواید روشنگری کنید، مردم به راه به نیکی و عدالت دعوت کنید، و شما که اسمتون اپوزیسیون نیست، اینه میبردش اونجا. بعد زال که خرد جامعه هست بهش میگه، سیمار که خرد جامعه هست بهش میگه، چون تمام داستانهای شاهنامه یک همچین چیزهای پشتش هست، خرد فهم جامعه هست، بهش میگه آقا این فایده نداره، قانون شریعت اینا همه چیش میشونه و تو باید اون نشانه بری، و اون قانون اساسی سکولاری که شما میخواید همون تیر گزی است که رستم میتونه بزنه به چشم اسفندیار و مسئلت حل بشه، که این کار میکنه موفق شد. حالا آقایان خیلی ها به من ایراد گرفتن که آقا تو این نوری‌علا رو تو نمیشناسی، من کاری ندارم که آقا سابقش چی بوده، کانون نویسندگان بوده یا نمیدونم رفیق آقای شاملو بوده یا کاری ندارم، من دارم تشبیه میکنم که به یک نتیجه نهایی برسم. حالا آقای تلویزیون مردم، آقای شما ناراحت، حالا من اینجا تشبیه دیگه میکنم، رستم فرض کنید که آقای سرب، آقا دستم به دامنه، قبل اجازه بدید آقای چمنارا، دوستان از نروژ و از اروپا دارن تماس میگیرن، آقای تودهیان به من ایراد گرفتن، آقای سلطنت طلبان، گفتم آقا ازم فرض کنید که آقا رستم شاهزاده است، آقای شاهزاده میاد با این اصلاح طلبا میخواد مسئله رو حل کنه، مسئله رو حل نمیتوانه بکنه، بنابراین میره به خرد جامعه، نتیجتا هر چیزی شما میتونید جاش عوض کنید با اون چیز دلخواه خودتان، اون چیزی که مهمه اون نتیجه گیری آخرشه که من کردم، یعنی که دعوا بین قانون اساسیه، یعنی دعوا بین اینه که شما چطوری میتوانید از شر این قانون شریعت راهی پیدا کنید، اگر شما از شر قانون شریعت راهایی پیدا کنید مسئلتان حله، دیگه لازم نیست که کسی بکشید، نمیتونم کسی اعدام بکنید، چون تمام این دی‌ان‌ای جامعه اون قانون اساسی است که بر اون جامعه حکومت میکنه. حالا هدف من این بود. حالا از شما میخوام، البته شما به من اجازه ندادید که من شما را بذارم جای رستم تلویزیون مردم را بکنم زال. نه اجازه بدید، فقط من چون الان 4 تا ایمیل فرستادن دوستان، یه دوستمون به نام پیام میگه که به آقای چمنارا بگید که داستان پاشنه آشیل و یونانیا قدیمی تر از به اصطلاح فردوسی هست و شاهنامه، بعد ایشون میگه که
بفرمایید. ایشون میگه که اگر شما شاهنامه رو کتاب یونیورسال میدونید، ماجرای توهین به نژاد ترک و نفرت از ترک ها در بسیاری از بیت های شاهنامه، از جمله سخن بس کن از هرمز ترک زاد که اندر زمانه مباد این نژاد. بعد اضافه کردن اونجایی که فردوسی میگه زن و اژدها هر دو در خاک به یا در خاک نه، خب این که هنوز نیومده، زن با زنها مشکل داره، با ترکا مشکل داره، بعد اینا رو چجوری شما میخواین به قول معروف حل و فصل کنید؟ یا چرا اصلا برگردیم به داستان متوسل بشیم به جای اینکه وقتی شما خودت اینا رو من دارم اضافه میکنم، وقتی که خودتون میگید ما هدفمون اون آخر کار هست، یعنی شما اگر یه فرمول برق چون رشته شما هست میخواین بنویسید، یادم هم رفته چی بود دیگه، W مینوشتیم با I to R یا یه چیز اینجوری بود، UI یا V با RI، بله یا این بود یا اون به توان دو در اون، اگر MC2، بله بله، اگه بخواین این رو شما ببرید تو داستان و اینها، اصلا اون دانش آموز دانشجو گم میشه، کلافه میشه. چرا قشنگ اصل ماجرا رو نمیان بگید؟ چرا برای خودتون مشکل درست میکنید که از همین حالا اون دوست افغانیمون توی شهرهای مختلف بخواد دنبال رستم دستان بگرده که اصلا وجود خارجی نداشته؟ و واقعا میگم دلیلی که من گفتم منو مقایسه نکنید با رستم، برای ببخشید من اینو میگم چون میدونید شما من خیلی رک هستم، برای یک انسانی در قرن 21 باید شرم باشه که بگه من رستمم، بچه خودم رو کشتم، خبر نداشتم. امروز ممکن این اتفاق بیفته، از هر پنجاه این مرد انگلیسی میگن یکیشون داره بچه دیگری رو بزرگ میکنه به خاطر اشتباهات بیمارستان. ولی در زمان رستم و سهراب، در حالا هزار سال پیش یا هر وقت که فردوسی اون زمان رو تصور کرده، اینجوری نبوده که یه نفر خانه و زندگیش ول کنه و بره و بیاد اصلا خبر نداشته باشه، بعد بچه خودش رو بکشه، بعدم یه دفعه تو با کسی که نیم ساعت پیش داری میجنگی حالا دنبال نوشدارو باشی، اصلا مشکل ایجاد میکنه. این دوستان و من از شما سوال میکنیم، شما که اینقدر وقت گذاشتی، شما که معمولا رشته های برق و ریاضی و فیزیک و اینها خیلی چیزای حقیقیه، یعنی شما با فرمول و با آزمایش اینها سر کاره، چرا وقتتون رو به داستان میگذرونید به جای اینکه به لب مطلب یا get to the point به اصطلاح وقتتون رو تلف کنید؟ آقا جان من که لپ مطلب گفتم، نتیجه میخوام به اون نتیجه برسم که لپ مطلب اینه که این رژیم در سال 2020 عوض خواهد شد و باید جامعه آماده بشه برای قانون اساسی سکولار، و جامعه هم آماده نمیشه مگر اینکه قرآن راستینه قرآنش بکنه و شاهنامه بخونه که با هویتش برسه. نگاه کنید، شما یکی از بینندگان شما یه موضوع مطرح کرد که اصلا موضوع سوال فراموش شد. اول چیزی که ایشان سوال کرده بود، ببینید شما نمیخواید یکی یکی من جواب بدم، موضوع عوض میکنید که اون شنونده شما هم بیننده شما هم ناراحت بشه که آقا چرا جواب من ندید. اولین بود که آقا داستان هومر در زمان یونان نوشته شده، فردوسی مثلا هزار سال پیش، بنابراین داستان هومر 1500 سال قبل از فردوسی. فرمایش شما درسته، ولی فردوسی شاهنامه شه از روی اسطوره ها و داستان های قدیمی ایران، یعنی قبل از این. نگاه کنید فردوسی که نیامده هزار سال پیش شروع بکنه بشینه اونجا داستان میشه، ایشان چندین سال سفر کرده، این نامه های پراکنده، داستان های پراکنده، شاهنامه ابو منصوری، کارهایی که سامانیان کردن، اینها رو جمع‌آوری، چون وقتی اعراب ایران حمله کردن اینها رو همه از بین بردن، اینها رو جمع‌آوری کرده و اون داستان‌های قدیمی به همین دلیل رفته روی 7000 سال پیش، 10000 سال پیش، این اسطوره‌ها رو از اون موقع جمع کرده. یعنی اینکه دهقانان ما، اون مردم با فرهنگ ایرانی، هزاران سال شاید قبل از یونانی‌ها این داستان‌ها رو بین خودشان می‌گفتن، به همین دلیل این اسطوره‌های ایرانیه. وقتی که شاهنامه حرف از خیلی قدیم می‌زنه، یعنی خیلی قدیم، وقتی که میگه ما چطور نوروز برامون پیدا شد، حرف از جمشید میزنه. شما بفهمید جمشید مال چه سالیه؟ مال 3500 ساله، مال
7000 ساله، مال 10000 ساله. حالا دنبال اونم نمیخوام برم که الان دارن نشنال جیوگرافیک سال گذشته یک کشفی در منطقه کردستان ترکیه کرد و یک آثاری از کردهای اون موقع که حالا نمیدونم کردم نبودن هرچی اسمشه میگم مردمان اون موقع فعلا در کردستان ترکیه است، آثاری بوده مربوط به 10000 سال پیش که نمادهای زرتشت و نمیدونم این جشنهای ما همش توی اونها بوده و ویدیوش هم من گذاشتم توی فیسبوکم هست. در جواب سوال اولی که شنونده شما کردن و گفتن یونانی ها قدیمی تر، حالا ما کار نداریم مثلا برای یونانی ها قدیمی تر باشه، ولی ما استنباط من اینه که ما این اسطوره هامون 3000 سال، 4000 سال، 5000 سال، 10000 سال قبل از یونانی ها اصلا توی این منطقه که منطقه هم که من وقتی که حرف از ایران بزرگ میزنم یکی از ساحل چین بگیر تا مدیترانه اینجاها بوده، جمشید بوده، کیومرث و هرچند اینا همه از شخصیت های اسطوره‌ای هست واقعی نیستن. سوال دومشان در مورد زن که فلانی زن کشه. آقا جان شما شاهنامه رو بخوان از اول تا آخرش در بود بزرگ داشت زن، از زن همسر سیاوش بگیرید فرنگیس. یعنی شما میگید این شعره مال شاهنامه نیست؟ نه چرا، اجازه بدید. یک بار در فردوس در شاهنامه سودابه دختر پادشاه هاماوران که همین یمن خود ما هست با کیکاووس به اصطلاح عاشق و معشوق میشن و به اصطلاح میاد بعد سودابه عاشق سیاوش میشه، همین داستان چهارشنبه سوریه ما همین داستان سیاوشه که از میان آتش به خاطر اینکه از میان آتش رد میشه و بیگناه بوده بنابراین آتش نمیسوزانده، این چهارشنبه سوریه از اینجا آمده، این رد میشه و بعد فرار میکنه میره به طرف اجداد خودش، میره به طرف توران، یعنی همین ترکا که افراسیاب و اینها تو کردن، یعنی سیاوش و کیخسرو متولد اونجا میشه از مادر تورانی. ببین اینها همش نتیجه اینه که آقا ما همه با هم فامیل هستیم، مدعا یکی بدقلقه یکی خوشقلقه. بله آقای چمنار عذر میخوام، بله وقتی که این اتفاقات سر کیخسرو میاد، در کسر سیاوش میاد، رستم عصبانی میشه و میاد حتی سوداوره میکشه، میکشتش سوداوره. بله در اونجا یک دو سه به چهار بیت هست در مورد به کیکاووس داره میگه که آقا تو نباید به این زن گوش میدادی، نباید پسر خودته ولی عهد خودته از خودت میراندی که الان رفته به توران و در اونجا کشته شده، تقصیر این سودابه است و میکشده. به اون دوتا شعر ور میدارن میگن که آقا نگاه کنین اینم در مورد زن این حرف زد، بنابراین این جواب زن ستیزی اونا. بعد ناسیونالیسم داره میگه، دو تا شعر پیدا میکنه، بله در اینجا شما اگر شاهنامه رو، اشکال ما سر اینه که حقیقت جز به قول آقای دکتر صدر اشرافی دروغ محض، حقیقت جز یعنی وقتی شما یک چیزی از یک جایی پیدا میکنید بتونید که تمام داستان خوانده باشید. شما وقتی تمام شاهنامه رو خواندید مشکل ما همینه، به همین دلیل من خلاصه کردم که شما آقای سربی 18 ساعت اگر وقت صرف کنید این شاهنامه رو بخونید دیگه با من همچی بحثایی نمی کنید، بعد خودتان میشید مثل آقای بهبهانی روزهای چهارشنبه میایید این کتاب شاهنامه رو از روخانی میکنید که به شنوندگان تو میکنید. شما وقتی تمام شاهنامه رو میخونید میبینید که این شاهنامه اصلا نجات پرستی درش نیست است و در حالا در یک نقطه بخصوص همونطوری که از سودابه متنفر میشه، کار اشتباهی کرده، کار خیانت آمیزی کرده و میکشتش، اونجا بد بهش میگه، به زن بد میگه، در حالی که در تمام شاهنامه داره از زن بزرگواریش میگه، داستان فرنگیس، میجن و بنیشه، نمیدونم کدایون، فرانک، نمیدونم همه اینها رو وقتی شما جمع‌بندی میکنی میبینی آقا این داستان اصلا زن برده به مقام عرش. حالا این جواب اون سوال اون ده. بعد شما به من گفتی چرا شما در قرن بیستم که فرمول برق و انیشتن و اینا هست دارید تشبیه آجا
ما کتابی نوشتیم به نام قانون اساسی راه نجات ایران در روشنایی تاریخ، که شما دیدید آقای هروی آمدن مسخرش کردن، آقای کمنارا به این نظری که آقا تو شیش کپی از این نفروختی بود، ما از ما آقای خریدار نداره. ما وقتی که آمدیم بگیم که آقای نوری علا اگر شما حرف از سکولاریسم میزنید پس برید شاهنامه رو بخونید، داستان جمشید رو بخونید، ببینید که آقا جمشید اون چیزی که شما دارید میگید 7000 سال پیش گفته، در شاهنامه ما هست. آقا اگر من دارم میگم که قانون اساسی، برای شما تشبیه کردم که این فایده ای نداره که شما میایید هی شورا درست میکنید، جبهه درست میکنید، کنگره درست میکنید، دور هم جمع میشید، ما میخواهیم برویم ایران را سرنگون کنیم. چیه میخواهید سرنگون بکنید؟ با کدام آقا خدا پدرت دانکی شدن بیامرز؟ لااقل یک شمشیر چوبی دستش بود. شما هیچی ندارید، نه پول دارید، نه طرفدار دارید. یه احمدی نژاد میاد میگه آقا من دو گونی سیب زمینی به شما میدم، 100000 نفر میرن توت بینه. آقای شما میخواید 50 نفر توی پاریس جمع بکنید، میرید اونجا همه 10 نفر جمع نمیشه توی میدان بزرگ. بنابراین ما هیچی نداریم. این یعنی این که ما 5 میلیونی که در خارج هستیم هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم. تنها کاری که میتوانیم بکنیم اینه که قانون اساسی بنویسیم و بین خودمان با هم توافق بکنیم و در مورد اون تبلیغ بکنیم که این بشه ملکه ذهن تمام افرادی که در ایران هستند. و اونها در سال 2020 بگن آقا ما هیچی نمیخوایم، نمیخوایم کسی سرنگون بکنیم، نمیخوایم کسی دار بزنیم، میخوایم قانون اساسی عوض کنیم. حرف من همینه. بسیار ممنون آقای چمنو. راه کسی بخواد با شما یا بحث دوستانه یا مناظره، هرچی اسمش رو بذارید، حاضر هستید؟ چون این دوستمون نوشته که آقای چمنارا مثلا راجع به شاهنامه اصلش مال دقیقی بوده، فردوسی اون رو جک اپ کرده، آمده پول بگیره از محمود، بعد میگه که چون آقای چمنارا کرد هم هستن، این قسمت رو برای آقای چمنارا بفرستید. بخش 14 فردوسی شاهنامه پادشاهی اشکانیان، توی اون به کردها هم حمله میکنه. بله بله. حالا اجازه بدید موضوع منحرف نکنید، بذارید جواب ایشان همه الان بده. بفرمایید. یادم رفت سوال اولشون چی؟ اون شاهنامه رو مال قبل چیزی. دقیقی. آقای سوری، شنونده گرامی، بیننده گرامی، شاهنامه، صدای من اکو پیدا بود، نامه قبل از این که فردوسی شروع به نوشتنش بکنه، شاهنامه ابومنصوری بوده. سامانیان بزرگترین دانشمندای زردشتی هم اکثرشان بوده، اینا رو جمع میکنن، میرن و شاهنامه مینویسن، منتها نه به شعر بلکه به نثر دقیقی، که یک زردشتی بوده، داستان زرتشت می نویسه. متوجه هستید؟ یعنی این که برخلاف حرفی که همه می زنن، خیر، شاهنامه در تمام ایران بوده، کاری که فردوسی کرده اینها رو جمع کرده و اینه به صورت شعر در آورده. آقایان، خانم ها، فردوسی وقتی که شروع به کار کرده، کار شاهنامه را در 40 سالگی یا 37 سالگی شروع کرده، هنوز محمود غزنوی جز سردارای سامانی بوده. این حرف مزخرفی که همه میگن پول از میگیره شروع کرده، ازم چه چیز چرندیه؟ شاهنامه نویسیش پادشاهان ساسانی، یعنی قبل از اینکه محمود غزنوی اصلا بشه غزنوی و نمیدونم بره تو غزنه تو اون طرف افغانستان بره خودش شاهنشاهی درست بکنه و سامانیان سرنگون بکنه، شروع شده بوده. اصلا تو تاریخ ها رو کنار هم بذارید، ببینید تولد فردوسی که در 40 سالگی که این کار شروع کرده بود، در 40 سالگی تازه هنوز که هنوز یه سردار محمود غزنوی. بنابراین این چه حرف مزخرفی است که میزنی؟ میخواست پول از قدیمی. آقا بعد از 30 سال زحمت کشیدن وقتی میخواد منتشر بکنه شاهنامه ره، آقا مثل الان که نبوده که من برم به شرکت کتاب بگم آقا این کتاب نوشتم، 1000 دلارم بهش بدم بیاد بره من اینه چاپش بکنه. اون موقع
شما هر برگ شاهنامه را که بخواید بنویسید باید اون پوست بنویسید، متوجه دارید؟ چهار نفر باید اینه بنویسن. این احتیاج به پول و سرمایه داره. وقتی که شاهنامه را تمام میکنه فردوسی، به خاطر انتشارش، به خاطر ماندگاریش، بنابراین پیش پیشنهاد میکنن، بردی یکی از وزیران خود محمود غزنوی بهش پیشنهاد میکنه که آقا تو باید این کتاب بدی به محمود غزنوی. محمود غزنوی اصلا چی میدونست شعر چیه؟ 4-5 تا شاعر مثل از سودی و نیم تو دربارش بودن، ازش بازرگیش صحبت میکردن، مداحان مثل همین آقای خامنه‌ای که من مداح دنبالش از با همین میکرد، اون همه 4-5 تا شاعر ها داشته. فردوسی وقتی این کار تمام میکنه، به خاطر اینکه اثر خودش تو کنه، تقدیمش میکنه به اون که بعد اون به علت این بدگویی شاعر از شدی و عنصری و اینا که خودش هم توش مینویسه، میگه آقا دادمش به محمود، اصلا نگاش هم نکرد. حالا یک استاد دانشگاه ترکیه، استاد دانشگاه ترکیه، این ویدیوش هم من توی چیز گذاشتم، که محمود غزنوی کی متوجه فردوسی میشه؟ وقتی میره هندوستان، یک بانوی به اصطلاح توی قلعه بوده، محمود غزنوی بهش میگه تسلیم بشو، بعد این شعری از فردوسی میخونه، میگه چون آفتاب برآمد با گرز گران، و از این شعر یادم نیست، حافظه شعری هم نداره. بعد محمود وقتی که شعر میگه، این شعر از کیه؟ میگن آقا این مال فردوسیه. میگه فردوسی کیه؟ میگه آقا همونی که یارو کتابشه برای تو فرستاد. این تازه وقتی که از هندوستان بر میگرده آخرای سلطنتش، یه دفعه متوجه میشه این همینه. بعد میگه که تو شانو براش بخونم، بعد براش یه چیزی میشه، اون موقع بوده که مرده. حالا داستان ها هست که این شاهنامه اگر ماندگار شده، به خاطر زیبایی اشعارشه، به خاطر داستانهای میهنشه، به خاطر یاد ایرانیشه، به توسط همین نقالها و مردمان عادی، نه توسط شاهان محمود غزنوی. حالا به آقای پور بیرارم، استاد دانشگاه و پیاس‌آبادی، میگم بله این شعیبیه بودن که به فردوسی کمک کردن. حالا شعیبیه کیا بودن؟ یه ضد خلفای عباسی بودن. حالا نمیدونیم شعیبیه تو بصره بودن، آخه اینا چطوری مثلا پول میفرستادن برای آر ناظر با وسترن یونیون؟ آقای چمنارا، شما پاسخ منو ندادید. اگه کسی از دوستان حاضر باشه با شما مناظره کنه یا صحبت و گفتگو کنه، آقای شوری، بله بله، بنده در اختیار همه هستم، ولی بنده یه قرآن راستین نوشتم، بله. گفتم آقای سوربی، الان کسی که مطرحه توی همه مصاحبه ها میره در مورد اسلام صحبت میکنه آقای آقاسیه. من برای ایشون فرستادم، ازشون هم خواستم چیزی که ازشون، گفتم من برش فرستادم، گفتم آقای ما که چیزی از قرآن، حالا شما میگی سر ما نمیشه، ولی قرآن اینطوری کردین. آقای شما که تو دار دسته سروش و نمیدونم دکتر نسرین هست، یه قرآن ما رو بخونید، بعد اگر میخواید در مورد قرآن صحبت کنید، بنده حاضرم به جایی که برید تو در تلویزیون آقای میبودی، آقای آقاسیه میشینن، یه مسیحی و باهایی و یهودی و بلند میشن، همه میپرن به آقای آقاسی. آقای آقاسی هم آدم خوب درویش دوست داشتنیه، یه شعری از مولانا میگه و یه خوردم از آقای مکی میگه و همش بودم. آقا اگه میخوای بحث قرآن بکنی، قرآن منو بکش جلو، من مهندس کم سواد چیم نمیدونم، حاضرم با شما پروفسور قرآن بشینم اونجا، شما در کنار آقای سوربی با هم در مورد قرآن صحبت کنید، به من به شما بگم آقا این قرآن قاطی پاتی که شما میکنید، علت تمام بدبختی ما اینه که ما قرآن نخوندیم. ممنونم آقای چمنارا، وقتمون تموم شد و ما دفعه قبلم با شما قرار گذاشتیم، گفتم با شما باید 2 ساعت وقت بذاریم، 1 ساعت و نیم ساعت کافی نیست. حتما ما در اختیار شما هستیم. حالا امیدوارم که دوستان متوجه عرایض من شده باشن دیگه، و توصیه میکنم که آقا 2 تا کتاب بخونید، این شاهنامه اصلا نمیخواد بخریدش، هم 20 دلار قیمتش، نخرید، دانلودش بکنید از چمنارا.net. من وبسایت شما رو نشون دادم.
برین دانلودش بکنید مجانی بخونیدش، بعد از روی اون بیاین با من صحبت کنید، نه اینکه یه دفعه صحبت کنید که آقا نمیدونم تو نجات پرستی ناسیونالیستی و نمیدونم، آقا بشینیم اینطوری با هم صحبت کنیم، ما خود شما هستیم. من ممنونم از شما، در حین صحبتاتون وبسایتتون نشون دادم، chamanara.net، بسیار ساده اونجایی هم که نوشته بود دانلود کنید نشون دادم، یکی از کتابا حدود 200 خورده صفحه. البته الان حدودا 6 ماهه ما میخوایم این چه با آقای چه گفتیم با آقای خلیلی گفتیم این وبسایت درستش بکنه برای ما یک، ولی خودم با همین سواد کم وبسایتی من درست کردم، باید اسکرول داون بکنید بیایید پایین، از اون بالا بیایید پایین که همه چیز اونجا هست. خب این دوستان خیلی واردن، اینها فوری به شما کاری رو که میگید انجام نمیدن، چون اونجوری پولی که میخوان به اصطلاح جستیفای نمیشه. البته آقای خلیلی خیلی مشغول و گرفتار. آقای خلیلی دوست بله. خیلی منم با ایشون خیلی بله خیلی ارادت دارم، آدم خوبی هست و امیدواریم که از این افراد بیشتر داشته باشه. آقا از شما ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم و دوستان اگر مایل باشید فیسبوک آقای چمنارا رو هم نشون دادم، اونم خیلی ساده سهراب چمنارا، با خودشون تماس بگیرید، اگه مشکلی بود با من تماس بگیرید، ترتیب این ارتباط و تماس داده میشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم به امید اینکه شما رو بیشتر داشته باشه. خدا حافظ شما. خدا نگهدار، به امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای سهراب چمنارا بودیم، باید بریم ایران و برنامه آقای حسن ارشاد رو ببینیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، از هر جای دنیا که باشید میبینید، آقای مینویی از تگزاس، آقای اجلالی از اینجا، دوستان دیگه از سوئد، آقای ارشاد از ایران و به قول معروف هر جای دنیا که باشید، ما همه آدم هستیم و انسان و امیدوارم بتونیم که با هم باشیم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، من با شما خواهم بود دوشنبه اگر اتفاقی نیفته، و از ممنون از دوستانی که در حین برنامه آقای چمنارا هم این موضوع ها رو برای من میفرستادن تا من بتونم بهتر و به اصطلاح میگن پر محتواتر با ایشون صحبت کنم. مرسی، روز و روزگار براتون خوش.